بیا هم ستړي مسې سهار مو په خیر د هغو دوستانو چې همدا شېبه زموږ سره یوځای شوله. ملک محمد صبر راغلی دی د دوی سره پر همدې موضوع باندې بحث کوو، د دوی پر فعالیتونو باندې. دی د پارالمپیک د برخې یعنی غړی هم دی په افغانستان کې او د شنا په برخه کې شنا یعنی آب بازی. نو دوی د دوی سره به د دوی پر فعالیتونو باندې غږیږو. دا چې دوی په سخت شرایطو کې بیا هم ورزش ته مخه کړې ده او همدارس په همدې برخه کې کار کوي. دا چې په افغانستان کې د شنا په برخه کې کوم امکانات دوی ته برابر شوي دي، نه دي برابر شوي، پر همدې موضوع باندې به له صبر صاحب سره غږیږو. ستړي مو صحیح سهار مو بخیر. تشکر صاحب، زنده باشی. صبح شما همچنان بخیر. افتخار میکنم که امروز مهمان شما هستم در برنامه نوی پایل و تلویزیون مشران جرگه. سلامت باشین جناب صاحب. از خودتون بگوین. دقیقا ما بیشتر گفتین که تقریبا 12 سال میشن، شاید که شبا نکرده باشیم که از نعمت پای برخستین. اگر ایره بگوین که یعنی شما با این کارتان برای دیگه معیوبین معلولین چی پیام دادین برشان، یعنی که شما کار کردین تلاش کردین؟ بسیار تشکر. ای که ما همیشه در هر جا میرم دوستای افغانی همیشه از ما سوال میکنه چی خارجی که امی پاهای تا چی گونه عدز دادی، چونی ها را بسر انفجار ماین عدز دادم. طبعا کشور ما متاسفانه چندین سال جنگ بوده و یک سوال واضح است، نیاز نیست برای جوابش دیگه. از این خاطر ای که بر من فرصت ایجاد شد که تونستم بیرون از کشور جهاد تداوی برم و هی افزارا برم همکاری شده، که تشکری میکنم از دوستای خارجی ما بخصوص کشور امریکا که مرا حمایت کردن، کمک کردن در قسمت پاهای مصنوعی و ترینرهای که مختلف بودن که در آدرس ورزش مرا تونستن آشنایی ساختن. دیگه معیوبین معلولین عزیز فیلان در افغانستان یک شرایط سختی قرار دارن که خود ما میدانیم. امیدوار هستم که حکومت وحدت ملی به اینا هم توجه کنه که بتونه مثلا سالانه اگر تعداد 10 نفر 15 نفر از این قشر اگر جهت تداوی به کشورهای مختلف روان کنه، اونا همچنان فرداش میشه که مثل خودمون یک الگوی باشن، یک ورزشکار یا هر رشته‌ای که اینا میخواین یا تحصیل. دیگه از این لحاظ امکان داره که امی سفر به خیرشان باشه و زندگیشان برای همیش تغییر بکنه مثل خودمون. وقتی په افغانستان که چمره امکانات برابر دید آقا مصنوی غر الله سنه، من په افغانستان که تمخ کیاده بکنه چه هر ورځ مونږ انفجار ابتهار لرو، هر ورځ مونږ د چای او د بدن غړی یا هم ژوند له لاسه ورکوي، خو زیاتره کسان بیا د خپل بدن غړی له لاسه ورکوي. څومره امکانات ورته برابر دي چې ستاسو خوندې دغه مصنوعي پښې یا هم لاس یا د وجود یو غړی ورته ورکړل شي، ورته جوړ کړل شي؟ خوب امیدوار هستیم که بعد از این انتحار ترور نشه، که دوستای ما سالم باقی بمونه. متاسفانه نظر به امکانات و نظر به بودجه خود افغانستان، وقت که در قسمت پاهای مصنوعی هی افزار از تکنولوژی که در خارج فعلا با گذشت هر روز بالاتر میره، افغانستان عقب مانده. اما یک کار داره آقای نظری صاحب که بیننده های عزیزم در جریان باشن، اگر حکومت وحدت ملی کار کنه که امرای کشورهایی که اونا زی دخل است امرایش ارتباط دارن، که اینا یک به اصطلاح یک کمیسیون ایجاد کنن از طریق وزارت کار امور اجتماعی شهدای و معلولین و خود ریاست جمهوری، که بتونه بعضی کشورهایی که تکنولوژی بالاتر داره اما افزار در افغانستان انتقال بده کم شه، و دکتر صاحبای ورزیده را که ما بتونیم سالهای آینده پاهای مصنوعی خوبتر داشته باشیم. ببینین که در کشورهای پیشرفته حتی دست مصنوعی جور شده که خودت میتونی تمام افزار و تمام مشکلات رفع بسازی. بله صاحب. و همچنان پاهای مصنوعی که ما دارم فعلا، چی پاهایم کمپیوتریست از ما از بالای زانو قطع است، برای ما همق توانایی داده که بدون آساچو مرا برم و مشکل خود رفع بسازم. بله. یعنی بو دغه دومره امکانات یعنی دلته په افغانستان کې دیم؟ نه خیر، متاسفانه اگرچه که شفاخانه های مختلف است که به شمول صلیب سرخ پاهای مصنوعی برای مریضان تهیه میکنن، فقط کیفیت باندې نه چی اما نه خیر، به کیفیتی که عالی است و قیمت گرانبها هست به این چیز نیست، چون تعداد معلولین متاسفانه بسیار است. اونا نمیتونن که به یک فرد بتونن که مثلا 10 لگ افغانی را 20 لگ افغانی را تخصیص بدن و اونا را
همکاری کنن. بنان رایلش اینه میسته که دولت افغانستان یک تماسی رو بگیره با کشورهای خارجی و ما همچنان افتخار از این رو میکنم اگر این برنامه هماهنگ شوه به عنوان پل ارتباطی میتونم کشورهایی که من امراش بر تماس هستم، کشورهایی که اشخاص دارای معلولیت در نگاه ورزش تشویق میکنن، تمرین عقلی و عصبی میتن، مثلا ترینرهای مختلف هست از قبیل مساجی گپا، من میشه که امرای او منبه ها صحبت کنم و اینا را بتونیم که دیگه دوستا همچنان مستفید شوند. ان شاء الله رضی است سوپر فعالیتونو باندې راکړو. څه فکر سره پیدا شو چې تاسو د شنایا هم د اوازی لوب انتخاب کې د پمدی برخه کې پمدی ورزش کې تاسو ولو بیږي تر اوسه پورې مو په دې برخه کې څومره مسابقې درلودلې؟ خب کله چې ببخشین زمانی که ما هر دو پای خود حدث دادم بعدش رفتم به کشور خارج یک امریکا و در اونجا ما تونستم که ورزش آب بازی را فرا بگیرم تحت نظر ترینرهای بسیار خوب و در اونجا دو سه مسابقه ای که ما داشتیم موفق بودیم و دیگه مسابقه ای که بوده که اونا را باختیم، اگرچه که مسابقات بوده که المپیکی هم بوده، مسابقات تشویقی هم بوده، دیگه در خود افغانستان هم مسابقه دادیم، در بند حمیر مسابقه داشتیم، مسابقات ساحلی در هرات و باستان مسابقه داشتیم و همچنان در بند قرغه رفت و برگشت مسابقه دادیم و یک شکل مسابقه واری بوده و در خود مسابقاتی که دادیم در المپیک بوده و در کشورهای خارجی به شمول کشور کوریا و کشور چین که از آدرس دفتر پارالمپیک ما در اوجه ایزام شدیم، مسابقات بود اما نظر به مشکلات و کمتوانایی که ما داشتیم و مثلا یا ترینر خوب ما نتونستیم که امو ورش خود قانع بسازیم و در مسابقه دستاورد داشته باشیم. دیگه امیدوار هستم که در آینده توجه خاص صورت بگیره، ترینرهای خارجی به افغانستان تشریف بیارن و اشخاص دارای مالیات که علاقه دارن چی از طبقه و ناز و ذکور که بخواین هر رشته را بگیرن انتخاب کنن، در اون صورت انشاءالله کلگی موفق هستن. انشاءالله پا افغانستان که دقیقا زمینی تون برابری دی در همدی ورزش برخی که دقیقا شنا ورزش یعنی پا افغانستان که دومره دقیقا نلری مونگ امکانات کسام دومره نلرو پتی ورستی که امکانات برابر سیوی دی کنی دی برابر سیوی. خب قبل ازی شنا در افغانستان فدریشنش بسیار پایان بود، اگرچه فعالیت داشتن از سابق ها، اما در یه آخر ورزش شنا خوشبختانه که سر زبان ها شده، سر خط خبرها قرار گرفته گاگا و همچنان زمانی که ما در سال 2009 که به دفتر پارالمپیک فدریشن خودم که ما پیوستم، در اونجا از آدرس معیوبین معلولین کس شنا نمیکرد و ما ایر افتخار میکنم که لومنه کس خپله ایچه بلیام و اولین آباز خودم هستم، دیگه می ریکورد مقایم هم گرفتیم به اصطلاح، دیگه امیدوار هستم که بیشتر توجه شوه و بتونیم که خوبتر بدرخشیم و دستاورده خوبتر داشته باشیم به کشور عزیز. انشالله انشالله. بس پدی هیلیم پیغام دی ها و کسان دسته دی چی هاگوی یا هم خپل لاس یا هم خپل پخا یا هم د خپل وجود یو غړی له لاسه ورکړی دی، هغوی ته د پیغام سره چې هغوی نا امید دي، هغوی څنګه کولی شي چې خپل هغه امید ترلاسه کړي او ووایه یعنې تا ته په لیدو سره وکولی شي چې موږ کولی شو چې کار وکړو په ټولنه؟ بله بله. خب حیات الله صاحب، خو شما میدونید که معلولین متاسفانه زیاد هستید، داداش نظر به جنگا و یګپا امیدوار هستیم که کم شوه و صلح بیا در کشور. دیگه پیام خاص ما بر اشخاص دارای معلولیتی است که مایوس نباشن، تپ تلاش کنن، کوشش کنن که یک عرصه را پیدا کنن، اول از تحصیل بسیار خوب از برشان و در ضمنش اینا میتونن که اگر کدام خاص داشته باشن در قسمت ادامه تحصیلشان، در قسمت تداویشان، میشه که امرای وزارت کار امور اجتماعی یا مثلا ارگ رسا جمهوری یا بعض منبه های خارجی اینجوها اینا مراجعه کنن، امشالا که در آینده مشکلشان رفع میشه و امی مایوسیت و امی حرف معلولیت از بدنشان دور میشه. این نظر ما است، پیام ما است. بیر زیاد من چراغ لی و زموش بلنه و منلا و هیله ده چی تاسو پخپل دی کار سر نور تا هم زرون ورکی چی اگوی هم وکا ولیشی چی
په ټولنه کې په آزادانه ډول سره ژوند وکړي او هغه هغه احساس چې دوی لري، احساس د کبی لري، هغه د خپل وجود څخه لرې کړي. سپاسګزارم، تشکر ډېرې مننه له تاسو څخه هم. او په دې هیله یم چې په افغانستان کې هم دغه برخې ته کار وشي او تر څو په هیواد کې هیڅ کله هم یو څوک د دې احساس ونه کړي چې زه مایوب یم. اول خو د خدای دغه انفجار او انتحار نور نه راولي په افغانستان کې، په هیواد کې، او هیڅ څوک دې هم د الله تعالی د هغه نعمتو څخه چې یو څو الله تعالی یو چاته ورکوي بې برخې نه شي. نو اوس هم مخکې مې یاده وکړله چې ځینې ځوانانو د دې په خاطر باندې چې په هیواد کې سوله، امن، امنیت راشي او د دواړو غاړو یا هم دولت او طالبانو ترمنځ یا هم مخالفینو ترمنځ اوربند واوسي، یا تشبس واوسي، تر څو دوی دغه د روژې مبارکه میاشت په ښه ډول سره تېره کړي او هیڅ ډول د انفجار امتحار مشاهده ونه اوسېږو. په همدې برخه کې ځینې ځوانانو ما مخکې وویل چې د جمعې په ورځ مظاهره کړې وله، د دې ځوانانو څخه مې یو ځوان راغوښتی دی، غواړو چې دوی سره په همدې باندې خبرې وکړو چې د دوی دغه موضوعات څومره اړین دي او څومره به پاملرنه ورته وشي. خو مخکې د هغې نه د سولې په اړه باندې یو پکیج دی، دغه وګورئ او وایه اورئ. بیا وروسته د ماسا نوري او همداراز میوند آریان سره واوسېږئ چې دوی به هم پر همدې موضوع باندې بحث او خبرې کوي.